পপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপপ در این آب در این خاک در این مزرعه پاک بجز علم بجز عشق دیگر هیچ نکاریم به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم و در سه زبان و ادبیات دری از مجموعه آموزشی مکتب هادی خوش آمدید دوستان عزیز به جلسه اجدام رسیدیم عنوان درس امروز شما مجسمه های بودا در بامیان است در ادامه در حوزه دستور زبان با یکی از انواع جمله تحت عنوان جمله اخباری آشنا خواهیم شد شاگردان نازنین ما را در فضای مجازی دنبال کنید در سایت یوتیوب ما را همراهی نمایید پیشنهادات و در واقع انتقادات خود را برای ما روان سازید و نمبر ارتباطی ما را به خاطر بسپارید دو 964, 780, 255, 40, آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما دوستان و عزیزان جان است عزیزان جان به جلسه جدید خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرانقدر قبل از اینکه وارد درس نو شویم درس جدید را ما و شما با هم بررسی بکنیم قبل از او درس در واقع جلسه قبل را که مرورش در قالب کار خانگی است با یک دیگر بررسی میکنیم خب سوال دادیم سوال داده بودیم که جمله را تعریف کنید و مثال بزنید خب دوستان یادتان هست درس جلسه قبل خودتان را خب میگوییم که جمله چیست؟ جمله یک ساختار کاملی است که میتوانیم بگوییم کاملترین ساختار معنایی دستور زبان است هر زمانی که شما دو یا چند کلمه را در کنار همدیگر قرار میدهید و یک معنا و یک مقصود کامل را میرسانید این میشود جمله بعض جمله کنار هم قرار دادن چندین کلمه برای رساندن یک مقصود یا یک معنای کامل است مثال میزنیم میگوییم چی دوستان؟ میگوییم که هوا سرد شد این میشود یک جمله چرا؟ چون ما چند کلمه داریم نگاه کنید دوستان چند کلمه داریم هوا سرد شد این کلمات هر کدام دارای معنای است ولی در کنار همدیگر قرار گرفته است و یک معنای کاملی را در تحت و عنوان جمله برای مخاطب میرساند یک جمله دیگر مثال میزنید بگوییم که به به عجب گل زیبایی شاید عزیز به به عجب گل زیبایی باز هم از چندین کلمه تشکیل شده است که هر کدام دارای معنای مستقلی است و در واقع چه میکند یک معنای کاملی را برای مخاطب میرساند یک تفاوتی دوستان وجود دارد نگاه کنید ما میگوییم در ساختار جمله جمله انواعی دارد جمله میتواند بسیط باشد، میتواند مرکب باشد، میتواند در واقع جمله جمله اسمی باشد، میتواند جمله خبری باشد، میتواند معترضه باشد و انواع و انواع مختلف. یا ساختارها میتواند متفاوت باشد. مثلا نگاه کنید جمله اول ما سرد شد یک جمله خبری است. یک جمله است که برای مخاطب میخواد یک خبری را برساند. جمله پایین میگویم به به عجب گل زیبایی در انتهایش باید یک علامت تعجب بگذاریم دوستان که نشان دهنده ای است که این جمله جمله چی است جمله تعجبی است جمله ای که نشان دهنده شگفتی و تعجب در در واقع مخاطب مقابل می شود یا می جمله حتی چی باشد دوستان میتواند پرسشی باشد یا جمله سوالی از او می مثلا میگوییم که آیا غذا خورده ای؟ آیا به مکتب رفته ای؟ آیا از معلم خود راضی هستی؟ جملات جملات پرسشی است. نگاه کنید دوستان، بعض جمله می تواند انواع مختلفی داشته باشد. می تواند اخباری باشد، می تواند در واقع پرسشی باشد، می تواند سوالی باشد، می تواند تعجبی باشد، می تواند اسمی باشد، می تواند خبری باشد، می تواند بسیط باشد، می تواند مرکب باشد، می تواند معترضه مت... م... باشد. انواع مختلفی جمله دارد که در واقع در واقع می خواهد برای مخاطب خود یک مفهومی را تحت عنوان پرسش تحت عنوان خبر تحت عنوان سوال تحت عنوان تعجب برساند خب شاید عزیز وارد درس نو شویم درس امروز شما مفهوم است تحت عنوان مجسمه های بودا در بامیان در ابتدا وارد خود ولایت بامیان می شویم و این ولایت را برای شما توضیح می ولایت بامیان در 85 کیلومتری شمال غرب کابل در دره هندوکش قرار موقعیت دارد پس موقعیت جغرافیایی ولایت بامیان در 85 کیلومتری شمال غرب پایتخت کشورمان یعنی کابلجان است بامیان به سبب داشتن دو مجسمه بزرگ شهرت جهانی پیدا کرده است شاید در تمام ولایت هایی که در داخل افغانستان موجود باشد علا رقم ای که ما ولایت های بسیار تاریخی بسیار قدیمی با آثار باسانی بسیار کهن داریم ولی شهرت جهانی متعلق به با ولایت بامیان است که به سبب داشتن دو مجسمه بزرگ شهرت کسب شده است مجسمه بزرگ بودا با 53 متر ارتفاع و مجسمه کوچک با 35 متر ارتفاع روی صخره های سنگی تراشیده شده است نگاه کنید دوستان گفتیم دو مجسمه در ولایت بامیان شهرت جهانی پیدا کرده است یک مجسمه بزرگ داریم یک مجسمه کوچکتر مجسمه بزرگ ارتفاعش 53 متر است 53 متر که در تصویر میبینید نگاه کنید دوستان یک مجسمه بزرگ داریم که 53 متر است این مجسمه بزرگ که دوستان در این تصویر شما نگاه میکنید یک مجسمه 53 متری است که از نظر ارتفاع از نظر در واقع بلندا به اندازه چیست دوستان به اندازه پنجا و سه متر است خب این مجسمه ای که اینجا میبینید تحت عنوان سلسال او را میخوانند مجسمه بزرگ را تحت عنوان سلسال سلسال یک کلمه است به معنای گلی به معنای گیل خوش دوستان گل خوش حالا این مجسمه ای سال سال که 53 متری است در کنارش یک مجسمه کوچک هم قرار موقعیت دارد که مجسمه کوچک را تحت عنوان شهمامه نیز از او یاد میکند که در واقع معنایش میشود شاه بانو یعنی در واقع اوچی چی بانوی شاه ها خب این دو تا مجسمه در کنار همدیگر قرار دارد مجسمه بزرگ یک مجسمه در واقع مرد است و مجسمه کوچک یک مجسمه زن است که نسبت به این دو مجسمه نیست زن و شوهری است فاصله بین دو تا مجسمه نیست دوستان 400 متر است یعنی فاصله از این نقطه تا این نقطه را اگر نگاه میکنیم این فاصله نزدیک چیز نزدیک 400 متر با هم فاصله داره ولی ای عظمت این مجسمه ها بسیار زیاد است ساخت مجسمه ها از قرن دوم تا چهارم میلادی ادامه داشت میگویند در دوره کوشان ها یا کوشانی ها این مجسمه ساخته شده است نگاه کنید دوستان نزدیک 200 دو سال طول میکشد که این مجسمه ها در او قرن با نبود امکانات تجهیزات پیشرفتهایی که امروزه وجود دارد و یکی از نشانه های شی است که چگونه انسان های او دورت توانستن چنین مجسمه هایی با چنین عظمت و بزرگی بیاورینند دیوانگاره ها نشان دهنده مدنیت یونان روم و ساسانیان است که وقتی نگاه میکنیم که تمام نقوشی که بر روی مجسمه ها یا بر روی در واقع او تندیس های اطراف مجسمه ها قرار دارد نشان میدهد که تمدن یونان تمدن روم و تمدن ساسانیان در دوره های مختلف در ولایت بامیان در اطراف ای در واقع مجسمه ها دیده شده و حکومت میکردن اولین نقاشی های رنگ روغن جهان در غارهای بین دو مجسمه نیز قرار دارد نگاه میکنیم که در نگاه کنید دوستان در داخل قارهایی که اطراف همین مجسمه ها قرار موقعیت دارد وقتی که باستانشناسان وارد شدن نگاه کردند که نقاشی های بسیار متعدد و مختلفی وجود دارد و جالبتر است که این نقاشی ها با رنگ روغن آغشته شده و نخستین نقاشی رنگ روغن جهان نیز در این نقطه کشف شده است خب میگویم که بامیان دوستان میدون که بامیان یک اسم بسیار کهن و قدیمی است برخی میگویند که بامیان برگرفته شده از بامیکان است که در واقع به مور زمان تغییر داده شده و تحت عنوان بامیان آورده شده کلمه بامیان به معنای درخشان و روشنی است البته برخی دیگر میگن وقتی که بسیاری از چینی ها وارد این منطقه شده چون در بسیاری از سفرنامه افرادی که در واقع دانشمندان چینی که به بامیان آمده است و این منطقه را به بامیان بام یان در واقع نامگذاری شده و به خاطر همیز که در واقع منطقه را بامیان میگذارد که او پسفند یان بیشتر یک پسفند چینی لحاظ میشد که در واقع البته یک نقل قول است هیوبان تیسونگ سیاه معروف چینی در قرن ششم از مجسمه های بودا در کتاب خاطرات خود نام برده است این سیاه ای در واقع جهانگرد چینی وقتی که وارد بامیان می شود و در قرن ششم دوستان در قرن ششم که وارد بامیان می شود در کتاب خاطران خود در مورد مجسمه های بودا نیز ذکر می کند و از عظمت بزرگی مجسمه ها و نشان دهنده تمدن و مدنیت در این منطقه بسیار بسیار یاد کرده است به طور که ایشان می گوید که یک مجسمه دیگری در کتاب خاطرات خود میگوید که حتی علی احمد کهزاد که نیز به همین مورد اشاره میکند در کتاب خاطرات ای سیاه معروف چینی آمده است که یک مجسمه بسیار بسیار بزرگتر از مجسمه سلسال و شاه مامه یک مجسمه در زیر پای اید و مجسمه قرار دارد که به طور دراز به طور در واقع خوابیده اون مجسمه در زیر پا قرار داده شده ولی متاسفانه هنوز کشف نشده و میگویند که اگر اون مجسمه کشف شود ارتفاع او از ارتفاع برج ایفیلی که در کشور فرانسه در ولایت پاریس قرار دارد به مراتب بزرگتر و عظیمتر است میان یکی از توقفگاه های مهم جاده ابریشم در اصر کوشانیان بوده است گفتیم که برخی معتقد هستند که این مجسمه های بودا در عصر کوشانیان در واقع ساخته شده فی ما بین 200 سال از قرن دوم تا قرن چهارم در واقع زمان برده شده برای ساخته این تا مجسمه و جاده مهم ابریشم نیز از این منطقه عبور میکرده و یکی از توقفگاه های بسیار مهم جاده ابریشم به شمار میرفته میدانید که در قدیم مهمترین جاده ای که هم راهبردی هم استراتژیکی از نظر موقعیت اقتصادی از نظر موقعیت سیاسی از نظر موقعیت فرهنگی همین جاده ابریشم است جاده ابریشم جاده ای بود که در واقع یونان و روم باستان را به چین در واقع وزن میکرده و فی ما بین این تمدنهای بزرگ یک راه ارتباطی بسیار بسیار مهم یاد میشده است مجسمه های بودا در بامیان به لحاظ توریسی اهمیت بسیار دارد میدانید که مجسمه های بودا به یک منطقه گردشگری شده بود باعث شده که بامیان یک ولایت بسیار بسیار پرنفوذ از نظر سیاحان از نظر گردشگران شود که برای دیدن عظمت ایب مجسمه ها این بودهای بامیان وارد بامیان شود و به لحاظ توریستی بسیار اهمیت پیدا کرد ولی متاسفانه در سال 2001 در واقع این دو مجسمه از بین می رود و منفجر می شود که بعدها بسیاری از منبتکاران بسیاری از کسانی که در حوزه مجسمه سازی دستی بر آتش داشتند متخصصان چینی وارد کشور عزیزمان افغانستان می شود و در حال مرمت و باسازی مجسمه می شود و به این کار اقدام می کنند خب شاگردای عزیز و گرامی به بخش دوم درس امروز در حوزه قواعد دستوری ورود میکنیم امروز میخواییم ما و شما با یک مقوله در حوزه جمله آشنا شویم تحت عنوان جمله اخباری در جلسه قبل را شما توضیح دادیم و بیان کردیم جمله را گفتیم جمله چیست دوستان جمله مجموعه ای از کلمات است که دارای معانی هستند که با یک دیگر ارتباط دارند و میخواهند یک مقصودی را یک در واقع مفهومی را به یک مخاطبی منتقل کنند که در واقع این ساختار انتقال مفاهیم کلمات در قالب جمله است که برای شخص مقابل ما امکان پذیر میشود حال گفتیم جمله انواعی دارد جمله میتواند اقسامی داشته باشد که در درس هایی که انشاءالله با شما خواهیم بود به هر یک از این ساختارها و های جمله میپردازیم نو اولی که امروز دوستان ما و شما با همدیگه دیگه بررسی میکنیم جمله اخباری است تعریف جمله اخباری چیست میگویم جمله اخباری جمله است که به وسیله آن از واقع شدن کاری یا بودن و پذیرفتن حالتی به صورت مثبت یا منفی خبری میدهیم پس چی شد دوستان یعنی یک جمله ای که وقتی شما میخواهید یک کاری را یا پذیرفتن یک حالتی را برای مخاطب مقابل خود بیان کنید که این کار انجام شده است یا انجام نشده است قالب ساختارش میشه جمله اخباری به طور مثال نگاه کنید دوستان یک جمله مثبت برایتان میگوییم یک جمله منفی محمود در امتحان کانکور شرکت میکند این جمله یک ای جمله خبری یا جمله اخباری است گاهی وقتا دوستان ممکن است از جمله اخباری تحت عنوان جمله خبری هم یاد شود فرقی کند. فقط فرقش در عنوان است ولی معنایش یکی است محمود در امتحان کانکور شرکت میکند این جمله جمله خبری است چرا چون میخواهد یک خبری را به طور مثبت یا منفی براش ما منتقل کند چون ساختار جمله در واقع ساختار است چیز ساختار است که یک خبر مثبت را به شما مدهد چه خبر مثبتی خبر مثبت است که محمود در امتحان کانکور شرکت میکند نگفته است که نمیکند گفته است شرکت میکند پس این یک جمله خبری مثبت است امروز عزیز در صنف حاضر نشد این یک جمله خبری منفی که نشان دهنده حاضر نشدن عزیز در سنف است نگاه کنید دوستان پس ایشو ساختار جمله خبری خب کار خانگی شما برای جلسه بعد دوستان انشاءالله کتابچه خود را حاضر داشته باشید با قلم و کتابچه ای کار خانگی را یادداشت کنید جمله اخباری را تعریف کنید و مثال بزنید جمله خبری را برای ما یا جمله اخباری را برای ما تعریف میکنید ابتدا بدانیم که خود مفهوم جمله خبری را خوب در کرده ای خوب فهمیده ای حال که فهمیده ای برای این خبر برای این جمله خبری یک مثال در قالب یک مثاق بزنید خب های عزیز و گرامی در پایان جلسه امروز رسیدیم درس 18 هم. از سنف نخم شما در حوزه کتاب زبان و ادبیات دری خلاص شد دوستان عزیز در فضای مجازی کانال ارتباطی ما رو دنبال کنید ما را لایک کنید ما را سابسکرایب کنید در فضایی مانند فضای یوتیوب خب کانال ارتباطی ما نمبر ارتباطی ما با شما دوستان و شاگردان نازنین 20964 780 255 پنج چهل است آماده دریافت نظر پیشنهادات شما خاصه در مورد درس زبان و ادبیات دری خواهیم بود خب مانده نباشید دوستان عزیز تا جلسه بعد شما رو به الله پاک می سپارم یار و نگهدارتان